سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون دوخت زنجیره زیگزاگ رو آموزش بدم. ببینید، شما دو تا خط موازی بکشید، فاصله این خط ها نباید خیلی زیاد باشه، دیگه بیشتر از 1 سانت نباید بشه، و بعد حالت هفتی هشتی روی این بکشید که دوختمون تمیزتر باشه. میتونم اینو نکشیم، ولی این دو تا خط موازی رو حتما بکشیم که روی اون خط حرکت کنیم. ببینید، از این بالا شروع میکنم، از همون جایی که نخم اومده بیرون سوزنمو میبرم داخل و از زاویه این شکسته شده، این زاویه شکسته شده، سوزنمو میارم بیرون. خب این بار دوباره همون جا، ببینید همون جایی که نخ در میاد همون جا دوباره سوزنتون میره داخل، از رأسش میام بیرون. دوباره ببینید اینجا یه حالت شکستگی دارم. این پایینی ها رو بهتون میگم حالت هفتی، بالا یا حالت هشتی. این الان از رأس این هشت میاد بیرون، ببینید به این صورت. دوباره همون جا نخم میره داخل، از پایین این هفته میاد بیرون. به این صورت تا انتها همه این هفت و هشتی ها رو به این صورت میدوزم. این میشه دوخت زنجیره زیگزاگ. من تموم شد. ببینید، پس شما همون تک زنجیره هایی که میزنید یا تک قلابایی که میزنید بدون اینکه بست بزنید باید ادامه بدین و آخرش که رسیدین اون بست رو میزنید. حالا برای اینکه من یه ذره این دوخت و تزئیناتش رو اضافه کنم، ببینید از وسط این هفتی هشتی ها دیگه، از این زاویه اینها میشه هشت، از وسط این هشتا میام بیرون و یه دونه ملیده توی سوزنم میندازم به این صورت. ملیده رو میذارم روی پارچه و از انتهاش میرم داخل. دقت کنید که نخی که دارید باش مدله رو میدوزید هم رنگ خودش باشه. شما از هر دوخت دیگه ای میتونید برای پرتر و تزئین کردن این دوخت استفاده کنین و اینو میتونین لبه آستینتون یا دوره یا
یقتون یا پایین مانتوهاتون یا پایین بلیزاتون بدوزیم و اونو از سادگی در بیاریم. خب به همین روش تا آخر من ندیده همون میدوزم. من فقط میخوام ردیف پایین ملیده داشته باشه، به ردیف بالا کاری ندارم، ولی شما همزمان میتونین این بالا رو هم بدوزیم. ببین من یه نمیذارم اینجا، اینجا هم میتونین یه دونه ملیله بدوزین یا حالا هر دوخته دیگه، یعنی قرینه در بیارین، چون این دوخت کاملا قرینه است از بالا و پایین، ولی من فقط میخوام یه طرفشو چیزی بدوزم. از آخرین دوخت. خب امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین و برای خودتون انجام بدین.